خب دوستان، حالا یه ذره صبر میکنیم تا بقیه دوستان به ما بپیوندن و دوباره شروع میکنیم و اینکه آقای دکتر هم دوباره بیان. خب آقای دکتر اگر هستین دوباره درخواست بدین. دوستان کامنت ها بازه، اگر سوالی دارید الان میتونید بپرسید که من از آقای دکتر بپرسم. خب بذاریم ببینیم دوستان. آقای داوودی میگن که اگر که نت آقای دکتر ضعیف بود ادامه بحث رو بذاریم برای فردا شب. حالا بذاریم ببینیم که آقای دکتر وصل میشن یا نه، و اینکه آقای داوودی لطفا باشون تماس بگیرید. دوستان اگر یه لطفی هم بکنید، وقتی که من کامنت ها رو میبندم قلب زیاد نفرستم، میدونم لطف دارین به خاطر لطفتونه، منتها این خودش باعث فریز شدن ویدیو میشه، بر همین اگر این کار رو بکنید ببینیم که آقای دکتر به جمعی پیوندن دوباره یا نه. آقای داودی میخواییم باشون تماس بگیرید که میدونید که وضعیت نت در ایران کلن به چه دوستان اگر سوالی هم دارید الان میتونید بپرسید، کامنت ها بازه. سلام، من عذرخواهی میکنم، نمیدونم دیگه چه اتفاقی داره میفته ولی قطع شد. اگر این فردا شب، خب اگر نه حقیقتا، چون یک گرفتاری شخصی پیدا کردم که البته امکانش نیست اینجا بگم، حالا گفتنش اصلا درست نیست و امید نداشتم تا آخرین تقریبا یک ساعت قبل از برنامه بیرون بودم و نمیدونستم که میتونم برسم یا نه، و مطمئن نیستم که فردا هم بتونم برسم. این بخشی از این اختلال مال تماس هایی هستن که دارن با من میگیرند و بخشش مربوط به همین گرفتاری امروزه و امید ندارم که فردا شب هم این مسائل حل بشه، ضمن این که ممکنه تازه بیشتر هم بشه. من عذرخواهی میکنم، آره اگر الان احتمالا 10 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم، درسته؟ نه پس من دیگه صحبتتون رو قطع میکنم. شما خودتون بفرمایید، فقط یه سوالی داشتن گفتین از قرن 4 و کس کس دوستی دم برنی خواستم ببینم که تکوبات فردوسی و این بچون فرسته میمیدن شما رو از کجا ناشید؟ اینا در مدن مذهبی استفاده میکنن، در واقع جغرافیایی استفاده. من مطمئن نیستم که حتی فردوسی هم در مفهوم مذهبیش استفاده نمیکنه. ببینید سیر تحول باید اینطور بوده باشه. ایران شهر یعنی سرزمین اریه ها. ببینید شاهان ساسانی سرزمینی که فرمان روایی میکردن ایران شهر مینامیدند. در ایران شهر ایران و ان ایران زندگی میکردند. سرزمین بیرون از ایران شهر ان ایران شهر نامیده میشد و در ان ایران شهر هم میتونستند ایران و ان ایران زندگی بکنند، اما لابد خب ان ایرانی که در ایرانی که در ان ایران شهر زندگی میکردند تعدادشون بسیار کم بوده. چنین مفاهیمی هستند و من فکر میکنم صورت خلاصه شدن این حتی در قرن چهارم در کلام فردوسی هنوز چیزی از اون معنای کهن سرزمین بهدینان رو، سرزمین بهدینان به این معنا که قانون بهدینی و شاه بهدین در اون حکم فرماست، به این معنا، درست مثل اصطلاح دارالاسلام. در دارالاسلام ممکنه اهل ذمه زندگی بکنند، ممکنه بخشایی از دارالاسلام اقلیت‌های دینی اکثریت رو داشته باشن در اون مناطق، ولی چون تحت
حاکمیت فرمانروای مسلمان هست و قانون اسلام در اونجا فرمانروایی میکنه، دارالاسلام هست و بیرون از اون مثلا دارالحرب یا دارالکفر یا هر چیزی که هست. ایران شهر و ان ایران شهر چنین چیزی هستند، هم در سخن شاپور و هم در سخن کثیر. اینجا هیچ اختلافی بین درک اینها از این مفهوم وجود نداره. اگر این شکلی که من خدمتتون گفتم، این کتیبه دوباره خوانده، کتیبه های کثیر و کتیبه شاپور دوباره خوانده بشن، متوجه میشیم که این پارادوکسی که فرای فکر میکرد وجود داره. 80 ساله در واقع فکر میکنن که این دو مفهوم متفاوت از ایران رو دارن نمایندگی میکنن، برای همیشه حل میشه. این کتیبه ها بیشتر از 20-30 سال با هم دیگه فاصله ندارن. این بسیار بی‌معنی است ما فکر کنیم که کثیر داره یک اصطلاح رو، اون هم اصطلاحی به چنین بنیادین رو، به یک معنا داره به کار میبره، شاپور به یک معنای دیگه. شاپور به معنای ملیش به کار میبره، کثیر به معنای دینی به کار میبره. شاپور به معنای امپریالیستی سیاسیش داره به کار میبره، دانشمند دیگه نظری داده، و کثیر به معنای قومی خودش به کار میبره. هرگز این نیست، هیچ کدوم از اینها نیست. همون کانتکست ایران شهر جاییست که شاه زرتشتی، شاه بهدین در اون فرمان روایی میکنه. سرزمین هایی که به دست میاره ارمنستان هست، گرجستان هست. اگرچه کثیر میگه اینها جزء ان ایران شهر بودن، ولی درست در لحظه ای که فتح میشن و جزء سرزمین میشن، تبدیل میشن به ایران شهر، بخشی از ایران شهر میشن. اگرچه بیشتر کسانی که در اون سرزمین ها هستند انیر هستند، جزء ان ایران هستند. درست مثل مفهوم دارالاسلام که تا این حد میتونه گسترش پیدا بکنه. اگر مرزها رو گسترش بدید و سرزمین های مثلا غیر مسلمانان رو بگیرید، اونها جزء دارالاسلام خواهند شد. به این مفهوم نگاه بکنید، معلوم میشه که نه، اصلا مفهوم این که تصور بکنیم دو مفهوم دینی و ملی داشته، اونطور که نیولی تصور میکرد، تصور نادرستی است. این که فکر کنیم معنای دینی داشته ولی در دوره ساسانی تا حد زیادی این از بین رفته، یک مفهوم ملی پیدا کرده، این اونطور که دانشمند دیگه نظری داده، این هم بی اساس هست. اونطور که نیولی فکر میکرد که در اصل معنای قومی داشته و در دوره ساسانی به خصوص جنبه های ملیش مؤکد شده یا جنبه های ملی گرفته، این هم تقریبا بی اساسه. میشه تقریبا نشون داد از وندیداد تا متن‌های فارسی، آخرین متن‌های فارسی میانه، که این مسئله دین رکن اساسی مفهوم ایر بودنه و ایران شهر سرزمین آرمانی است. این رو توپومپوس میگه و ما به نقل از پلوتارک این رو میدونیم. پلوتارک میگه در آخرالزمان ایرانی همه مردمان زیر یک پرچم زندگی خواهند کرد در یک حکومت و همه جا صلح خواهد بود. و این رو اگر با متن‌های فارسی میانه کنار هم قرار بدیم، یعنی همگان ایر خواهند شد و یک جورهایی همگان انیر خواهند شد، دین بر زبان همه جاری خواهد شد در آخر الزمان. و به این مفهوم، مفهومی است بسیار باستانی و حتی به دوره هخامنشی برمیگرده. این که گفتم احتمالاً ایران شهر بیشتر از این که یک مفهوم حتی سیاسی باشه، یک مفهوم دینی ایدئولوژیک هست و حتی جنبه‌های فرجام شناسانه، فرجام خواهانه هم داره، به این دلیل هست. قرار بوده همه ایر باشند و اگر ان ایر شدند به خاطر مسائل دیگه ایست. اگر رومیان و ترکان ان ایر هستند، دلیل نژادی و اینها نداره، چنین چیزهایی برای اونها مطرح نبود، به خاطر کینی بودند که ورزیدند، وگرنه اونها هم الان ایر بودند، همگان ایر بودند. تو کامنت ها دیدم یکی از بزرگواران پرسیده بود پس ایر و انر دین هستند؟ نه، دین نیستند، مردمانی هستند که هویتی دارند و مهمترین مؤلفه هویت اینها چیزی است که ما میتونیم دین اسمشو بذاریم. اینطور من توضیح بدم خدمت. خب من کامنت ها رو باز کردم بگی. اگر سوالی باشه من به سوالو جواب میدم. من یه سوالی دارم. حالا مفهوم بگیم که دینی داشته، ممکنه این کمرنگ شدن از ورود عرب قرن چهارم احتمالاً بله. مردم خودشون رو ایر مینامند و تغییر دین میدند و همچنان ایر مینامند.
میشه، یعنی چنین چیزی میشه. نگاه کنید ببینید چقدر از اصطلاحات دین کهن ایران همچنان در زبان ما ایرانیان مسلمان جاری است. ماهای سال ما نام ایزدان و امشاسپندان بهدینان هست. همچنان سروش، همچنان مهر، مهر. ما همه سعی میکنیم مهربان باشیم. سروش خیلی به ندرت ممکنه نامی از ایزدی امشاسپندی منسوخ شده باشه، اما اگر منسوخ هم شده باشه جنبه دیوی هیچ موقع پیدا نکرده. هیچ کدوم از اینها جنبه دیوی پیدا نکردن. به نوعی اینها هنوز به حیات خودشون دارن ادامه میدن. مؤلفه های هویتی هستن که هنوز در ما زندن. من یه نکته ای بگم. تا قرن 19 هم، تا قرن 18 هم، همچنان اینکه ایران شهر به معنای سرزمین اریه هاست و اریه ها مجموعی هستن که مشخصی مهمترین مشخصشون بهدین بودنه، همچنان برای علمای زرتشتی دانسته است. ملا کاووس که عالم زرتشتی بود می گفت، ترجمه کرد ایران شهر رو به بلاد المؤمنین. صدای منو دارید؟ بله بله، من دارم یکی سوال. خب بلاد المؤمنین، و به نظر من البته ایران شهر و بلاد المؤمنین با هم یه خیلی اختلاف دارند، ولی اگر میخواستید دقن 18 دقن 19 این رو ترجمه بکنید به زبان رایج اون روزگار، احتمالاً یکی از دقیق ترین معادل ها بود. و من اعتراضی که بعدها ایرانی ها کردن به این مفهوم رو نماد یک چیز میذارم، یک دوره جدید میذارم، دوره ای که ملت داره متولد میشه. مفهوم ملت در همه جا یک مفهوم مدرنه، فقط مسئله ایران نیست، در عراق، ترکیه، افغانستان، اروپا هم مفهوم مدرنیه. و ایرانی ها ترجیح میدن این مؤلفه دینیش رو کنار بذارن، کلمه رو به صورت از لحاظ زبانشناسانه توضیح دیگه ای بدن، مثلا الف و نون آخرش رو الف و نون نسبت میگیرند یا الف و نون مکان میگیرند. هر دو اینا از لحاظ زبانشناسی بسیار نادرسته، بیپایه است، اما با این وجود اینها میدونید در زبان مردم امروز بسیار رایج هست. دانش در واقع البته غیر علمی بسیاری از مردم تبدیل شده. این اثر چیز زیستن در روزگار دولت ملت هاست که چگونه سعی میکنه مفاهیم کهن رو، اصطلاحات کهن رو باز تعریف بکنه و برای کاربردهای کاملا جدید به خدمت بگیره. در مفهوم کهن ایران چیزی است که من تلاش کردم البته فروتنانه میگم توضیح بدم که چه مفهومی داره. البته یه سوال هم داشتم جری مسیحی فوت کرده و میگن که از ایران شهر اسمش رو میگن فلانی از ایران شهر. من اجازه بدید بگم تابوت استانبول هست، منظورشون تابوت استانبوله. صدای منو دارید؟ بله. منظورشون تابوت استانبوله. تابوت استانبول اول فکر میکردم مربوط به قرن 5 میلادی است، ولی بعدها دوبلوا اثبات کرد که مربوط به قرن 9 یا 10 میلادی است، مربوط به قرن 3 و 4 هجری است. اونجا شخصی هست به نام خرداد پسر هرمزد آفرید که در جستجوی مسیح عیسای راست راست کردار از ایران شهر به قلمرو روم آمده، درسته؟ و یکی از همکاران عزیز ما این رو به این معنا گرفته، خب اگر این در جستجوی مسیح هست پس مسیحی هست، اگرچه نام زرتشتی داره، پس اگر گفته از ایران شهر اومده پس خودش رو جزء ایران میدونسته. نخیر، این دلیلی نیست. از قرار بوده بگه از کجا اومده، نمیتونسته بگه ژاپن اومده، که از ایران شهر رفته. اگرچه اگر مسیحی بوده باشه خودش رو از ایران شهر بوده، اما جزء ان ایران ایران شهر بوده اگر قرار بود. و اما اینکه این واقعا مسیحی به اون مفهومی که ما میفهمیم بوده باشه، من درش تردید دارم. نام کاملا نام بهدینی است. گفتن که البته ممکنه جزء تازه گرویدگان به مسیحیت باشه، ولی امکان دیگه‌ای که الان جای بحثش نیست وجود داره، امکان بسیار جالبی در مورد تابوت استانبول وجود داره، ولی تابوت استانبول مطلقا نشون نمیده که یک مسیحی خودش رو ار تلقی میکرده. چنین معنایی از اون کتیبه بیرون نمیاد. خیلی ممنون آقای دکتر.
یه قولی ازتون بگیرم، سوالای ازتون بعدن بپرسم و حالا تو ویدیو بیامد درستشون. خواهش میکنم. بسیار بسیار خیلی ممنون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خداحافظ همتون. خداحافظ. خب دوستان، من قولش رو که گرفتم براتون، حتما این ویدیو رو که توی کانال انجمن ها شیر میکنیم. و اینکه سوالی هم داشتید حتما از همین اینستاگرام انجمن بپرسید. من قول میدم که حالا اگر که امکانش باشه به صورت ویدیو، اگه امکانش نبود حتما به صورت متنی جواب این سوال ها رو در اختیارتون قرار بدم. امیدوارم که شاد و سلامت باشین و خدا نگهدار.